سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه، اوضاع واسهتون خیلی خوب پیش بره. امروز اومدم برنامه درس خوندن، برنامه اصلی امروز یکم بعد درس خونم و اینا. تابستون شده ولی من بیشتر از حالت عادیم نگران درس و مشقم. کلاس زبان ثبت نام کردم و اینکه آره، بعد دیروز داشتم عکسای قدیمی رو نگاه میکردم، مثلا واسه یه سال پیش من یه رژ لب قرمز خریده بودم که خیلی به هم میومد و الان نمیدونم کجای، حتی برندش هم نمیدونم که برم یه دونه دیگه ازش بخرم، ولی داشتم عکسامو نگاه میکردم شکل شدم که چقدر به هم میاد، یعنی میومد، نمیدونم. ولی از این طرف دیگه هم میدونی شکلی هم که دوست دارم این تابستون برم آفتاب بگیرم، بعد اگه برم بخرمش دوباره جایی ممکن دیگه بهم نیاد چون رنگ پوستم یکم عوض میشه، نمیدونم. آها اینم بگم قبل از اینکه شروع کنم به درس خوندن و درس و مشق و از این جور چیزا، من خیلی کم تبلیغ میکنم دیگه، منم غور بزنم درس، مثلا خیلی کم، این فراری هم تقریبا از اینکه بخوام تبلیغ کنم، ولی پیش اومده که تا حالا انجام بدم و خیلی هم افتخار میکنم بهشون، با جای خیلی خوبی کار کردم و اینا. بعد یه بنده خدایی به من پیام داد، من اینا رو میشناختم، یعنی مثلا 2 سال اینا بود که آشنا بودم با پیجشون و واقعا هم کارشون خوبه و اینا، ولی خیلی تبلیغ، همه تبلیغشون کردن. ایشون بودم که یکم واسه من جالب نیست که اینا به تک تک کسایی که پیج پابلیک دارن تبلیغ دارن و اینا، هزینه‌ای که بهشون گفتم خیلی اوور پرایس بود حقیقتا، یعنی مثلا پولی که گفتم من میگیرم بابت این کار پولی بود کسایی که دو برابر من فالوور دارن میگیرن، خب شاید هم نمیگیرن حتی، و اینا گفتن اوکی. و منم شوکه شدم که خب باشه، اگه اوکی که اصلا من شوکه شدم چون اصلا فکر نمیکردم قبول کنن و اینا. ما شروع کردیم صحبت کردن، اینا این فاز بودن که تبلیغ غیر مستقیم باید بکنی. من هی باشون صحبت میکردم، هی مثلا من یه چیز میگفتم یه چیز میگفتم، چرا بودن که من نمیتونم که نگم تبلیغه، من توی استوریام پید پارتنرشیپ رو میزنم، یعنی گزینش فعاله که پید پارتنرشیپ کاملا مشخص هر کسی ببینه، و جدا از این وقتی دارم صحبت میکنم تو حرفام میگم که این معرفی که دارم میکنم یه همکاریه و حالا چقدر خوشحالم از این همکاری و اینا. اونا شکل بودن که نه، این اصلا با ما اوکی نیست و نباید بگی، ما نمیخوایم حالت تبلیغ داشته باشه. گفتم که اوکی، من میفهمم چی میگید، من دوست دارید که من کانتنت مارکتینگ، حتی نیم اسمش دقیقا چی، دوست دارید که من واقعا مثلا بحث رو ببرم به اون سمت و اینا و استوری تلینگ داشته باشه، من اینو کاملا متوجهم که استوری تلینگ شما میخواید و من خب این کار رو انجام میدم اگر بخوام تبلیغتون بکنم، استوری تلینگ میکنم، ولی خب پی پارتنرشیپ رو میزنم چون من وقتی پول گرفتم وظیفه دارم که خیلی واضح و مشخص این رو عنوان کنم و مخاطب حق داره بدونه و اینا. و حس بزن چی آخرش کنسل شد، گفتن نه پس موفق باشید اگر اینجوریه. منم شکل بودم که خدافظ. ولی خیلی عجیب بود واسم که، یعنی به نظر من هر کسی رو که میبینید تبلیغ غیر مستقیم داره میکنه برید بالا سرش و ازش بخواید که یعنی مسئولیت رو دارن. حالا تو ایران قانونی برای این نداریم، اما کشورهای دیگه از نظر قانونی هم اینا اصلا باید اعلام کنن خیلی مستقیم که این تبلیغه و پول گرفتن بابت این معرفی و اینا. اما خب خیلی این کار نمیکنن تو ایران و خیلی از برندها و اینا هم اصلا دوست ندارن که ما عنوان بکنیم که داریم تبلیغشون رو میکنیم واسه اینکه بازدهی بهتری داشته باشه. حالا نمیدونم، ولی مخاطبین باید الان درخواست این رو بدن که حتما تبلیغ، مشخصاً تبلیغ باشه. میدونی چی میگم؟ به نظر من هر کسی رو میبینیم که داره تبلیغ غیر مستقیم میکنه باید بریم و بهش تذکر بدیم که وظیفه داره خیلی مستقیم و واضح اعلام کنه که داره تبلیغ میکنه. این حق مخاطبه که بدونه داره پول میگیره طرف بابت این معرفی که انجام میده تبلیغه. نمیدونم، برم که درس بخونم دیگه. اینجا با دوستم رفتیم کافه تایپ که سمت کریم خانه، بعدش هم رفتیم گالری گردی و اینا و آسپه. خیلی خوشگله.
اگه خونه داشتم میخریدم و اگه زیر 2 میلیون بود. اینا رو که اسکن میکنیم صفحه اول روزنامه ها توی این ماه رو میاره بازم کنن هم که واسه داستانه کرونا سیده از دی شروع شده نه از اسفند 98 سده اسفند 98 فروردین و بدبختی بایی که تو کرونا کشه بعد اینجا روی این برده فکر کنم مردم از تجربه خودشون از کرونا گفتن یکی گفته شکستش دادم یکی گفته واکسن سوم اشتباه بود یکی گفته تا یه سال بعد از شروع قرنطینه تنها جایی که دوستان رو می‌دیدم پارک لاله بود و اینا هر کس تجربهشو گفته اون که کجای نقشه تهران بوده کلاً خیلی جالبه کرونا هم که داره زیاد میشه دوباره فکر کنم دوباره قرار قرنطینه شیم مثلا توجه نکردم اینا قبل کرونا پایینیا این وقتی که تازه کرونا اومده بوده یهو چقدر خلوت شده بوده اینو خاک مرده پاشیده بودن رو شهر مترو تاتاشهر که همیشه مردم رو سر همن خالی شده پشمان اکباتان ولی واقعا دوران عجیب بود این هم که از هر نارد کننده تر که چقدر آدم از دست داریم اینجا که دیگه به واکسیناسیون رسیدیم واکسن رو برده بودن واسمون که چه اتفاق خوبی بود واقعا واکسن رو اون رو زدیم بالاخره کلن این داستان کرونا خیلی چیز عجیب غریبیه و اولش خیلی وحشتناک بود چون هیچ ایده‌ای هم نداشتیم چه خبره باز الان بهتر شده هسته جون نظر شما چیه؟ شوک کرونا اولش خیلی بد اولش خیلی بد بعدش هم خیلی بد بعدش هم خیلی بد هنوز هم بده هنوز هم بده اولش خیلی بحشت چون کچی ایده نداشتیم چه خبره من از اونزاقه بحشت بکنم من حالا بهتر از من یه آدم دیگه شدم حتی اینجا هم نوشتم که هممون یه آدم دیگه شدیم نمیدونم من نه افسرده تر شدم اوه این بوده خودمون میتونیم بنویسیم این یک گالری دیگه هست نگاه چجوری کردن چیزشو خیلی عجیبه به نظر چند تاش رو میبینیم سر زو سگ نمیاد الانیه اینجوری خوش بخوش بانو ماشالله ماشالله تو سخت من دستی بکنم به نظرم اون میگوزو تر رو بزن چون که تهش توت ورنگی و ایناس بیاد بالا از این نمیاد
داداش اول سلام فام از مدت ها اومدی تو ویدیو من. نمیخوام. بگو چه افتخاریه. اول شما سلام کنید. اونا سلام کنن؟ بله. بچه سلام کنید به داداشم. تعریف کن ببینم چه خبر. سلام هستید. چی خریدین؟ پاپ فرایز. این آیتم جدید براشونه درست میگم؟ تقریبا. خیلی جذاب به نظر میاد. باه باه. خوبه؟ دوست دارم. خودتون چی سفارش دادید آقای مودت؟ چیز برگه فرانسوی. به منم میدید دیگه؟ ده. آره؟ زور بزن. جذاب نباش. سر خودم. اینم برگر که مثل داداشم جذابه. اون چیه؟ هیچی. با پنیر تنوری هم پنیر تنوری بهش میگن؟ یه کبابی. پنیر کبابی هم دارم. خوبه؟ نه. راضی؟ نه. من همه شو بخورم؟ آره. برو تو کتلت درست کن بخور نیم رو بزن. باش. خب تعریف کن واسه بچه ها. چه خبر؟ سلامت هست جمعه چه خبر؟ مرسه تموم شد؟ نه. تابستون چی کار میکنی؟ من کف دانلود کردم هارد کور میرم. چی؟ ماینکرافت دانلود کردم هارد کور میرم. ماینکرافت دانلود کرده هارد کور میرم. اگه بمیرم دیگه زنده نمیشم. خدا رو شکرت. یه چیز شکر. تو هم گفتیم خدا رو شکرت از دست مامان یا بابا چیزی افتاد شکست پشمام. ببینم. ولی جدی چه چیز داری خواهرت منم؟ احساس بدی. احساس بدی داری؟ مردم آرزوشون هم خواهرشون باشه. چه آرزوهای کوچیکی؟ آرزوی کوچیکی؟ تو شانس آوردی. یوسف رو یادت نمیاد هر هفته میاد التماس میکنه که بیاد به جای تو با من زندگی کنه؟ نه. آقا پسر قیافتون مثلا آشناسی کم نیستید آشنای البرزینا؟ خوش نمیاد آدم همه چه عوض میشه. چرا همون البرز هستش؟ نه. چیه پس؟ مثلا تو هم بچه گفتی دیگه اصلیم وجود نداره. تولد من یک ماه دیگه است. خب چی میخوای واسم بخری؟ تولد من دو ماه دیگه است. واسه من چی میخوای بخری؟ چی کار میخوای بکنی؟ هیچی. واسه تولد من چی کار میخوای بکنی؟ حرکت خاصی نداره. تولد خواهرت. خب چی کار میخوای بکنی؟ واسه تولد خیلی فرق باش عکس گرفتم واسه تو بخوای چی کار کنه؟ میستم کن. آه یه چی؟ سپرایز هم کن. باش. کیک بی بی میخوام. باشه؟ نه فقط پدر بزرگ سیب زمینی ها تمام نکنده بخواست اون برسه در این میخوادی. خب خب من هم سیب زمینی بخوام اینا تازه روش از این چیزه سپاری هم هست. اون یه چیز دیگه هست. خب بخور قضا سهد میشه. یادته یه جایی بود تاکو داشت تاکو هی سفارش میدادم من؟ آره. بسته شد؟ به سلامتی. نه چه؟ تا قدم خوبی داشتی. یک سال کامل هر وقت مام بابام و کیارش میرفتم بیرون من سری سفارش میدادم واسه خودم تاکو. شاید دو سه بارش شد که کیارش خونه بود. یه بار یعنی من هر وقت خونه تنها شدم تاکو سفارش میدادم. روز جمعه کاش همسایا از این کارو نکنم. حالا من خونه تنها میشم صدای اینو زیاد میکنم. به چیو؟ لپتاپو نکن. ها من خونه تنها میشم غذا سفارش میدم تو خونه تنها میشی بس صدای لپتاپ زیاد میکنی. نه داداش یکی دو بار شده من خونه نبودم تو از بیرون غذا سفارش دادی. خب تنها نبودم.
مامان بوده. توش اینو من دیگه نمیخوام. بر خود بباش. تو که نمیتونه بخوای چرا میخوری؟ تو که نمیتونی بخوری چرا میخوری؟ داشت فرگوسی تو گور لرزید. امانوئل اشمیت خیلی نمایشنامه‌اش خوبه. این عشق لرزه رو خوندم، یکی دوتا نمایشنامه دیگه هم ازش خوندم. قشنگ می‌نویسه واقعا. یعنی تو یه بار بشینی می‌خونی دیگه اینو. حجمش هم کمه. من می‌خواستم اینو بخرم ولی هیچ ایده‌ای نداشتم، انقدر قطوره. طبیعتا من اینو قرار نیست بخونم. خیلی زیادیه. واقعا نمیفهم چرا لولیتا انقدر پرفروش و معروف و محبوب شده تو ایران، اما تا جایی که من میدونم محتوای خیلی جالبی نداره. لانا دل رم خیلی ازش الهام گرفته سر موزیکاش و اینا، ولی کلا چیز جالبی نیست. یکم پدوفایل و اینجور چیزا توشه تا جایی که من میدونم، شاید اشتباه کنم، ولی خوشگل رنگش. هزار الله اکبر. فامی شدن تو فصل تازه بودی من و تو یه بطری آب چشه باز و بزن بود حالمون شدیم با یه بوسرمان خنده ها که با